پروژې دلته کار اچول یعنی قیمت په دغه باندې یو ټول 200 ورکه وړي پروژې په نګار کې دی یو کار دی یا تکنیک شوی دی یا شروع شوی دا هر پروژې کې په سلهاو کسان ته کار پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې د انکشاف او د غسره کامیابی ډیره زیاته مهمه ده او دا خصوصي سکتور کولای شي ما دې سره جدا جدا ځناسته ما خبرې مو سره کړې دي نو دې ولنه پوښتنه زیاتره دا و بحث چې دا څو کال کې تجارت او بزنس کوي شل ډیر څه نه په دوه کال باندې مې پوښتنه وکړه چې آیا مالی شي یا څه کنه کله نو کوم کې څه وګورم څه وکړ وسم دا ته هیڅ نور نه ځافه کی خو په دې خاطر باندې لیک د ولس هغه مجبوریتونه ته باید په نظر وکړو ګټه باید وکړو خو لږ په انصاف دا ممکن بیا په استفاده کمزارې خو ورکه شولې افغانۍ روان شولې خو تاسې د یو لوی سکتور دلته نمایندګي کوئ دا همده فروشان زیاتره چې خیر دی یو څو میاشتې ګټه مه کوئ او که ګټه کوئ او 50% ګټه وکړئ ورکه دې په فروشان ته لږ ارزانه دغه ورکړئ چې د هغې هم دا بانه ورکه شي ځکه دا بعضې نرخونه خو که افغانۍ وی که کندهار وی دا ښکته او پورته تللی دي خو اوس هغه ملامتیا او افغانۍ ملامته ده نو افغانۍ ملامته نه ده زمونږ او تاسې ملامته یو نو په دې کې زه تاسې نه یو هیله لرم چې دې کې به یې توجه ورته وکړئ نو زه نور وخت نه نیسم بیا وزیر صاحب ته د یو ټیم ته او تاسې ټول ته ښه راغلاست وایم هر کله راشئ او انشاءالله چې د دې راتګ دا نیک فال دی د وزیر صاحب بس تر کلونو چې یو وزیر د تجارت ورته راځي هغه سنتي پاک پورې پر کوم چې ډېر کلونه وشو نو انشاءالله چې دغه اعتماد سازي چې رامنځته کېږي انکشاف په خپله رامنځته کېږي اگزامینیشن رو اسکین میکنید ولی سعی میکنم بر شما ثابت باشه وقتی که یک کانتینر تاجر با اسکین به اگزامینیشن میره تقریبا بردم که یک کانتینر در حدود 15,000 افغانی 20,000 افغانی ما ضرر میافیم برای ما ضرر میرسه جناب وزیر صاحب با اساس زمین بگیم که در ابتا ذکر شد در قرارداد که 48 تن تاجر با معیار دمو سرک و اکسل وزن برای ما امضا شده است که 48 تن صافی وزنی آورده میتانیم ما جناب وزیر صاحب مختلف دو ماه میشه که ما از کمپانی پاکستانی خریداری کردیم اینمی 15% پول ما برای زو کمپانی ها روان که اینکه پول از طریق زمین میره به نیویورک است نیویورک میره به بانک پاکستانی که شتیل بانک است او بانک دولتی است از اونجا برام پراول برای ما میتر برای کمپانی والا که نمی مال تاجر شما بار کنی پولیش رسیده با وارسان صادر کنیش همین مال ما جناب وزیر صاحب مختلف در بندر دورخم با صدها بوتر ما اصلاد است فلحان یک پروبلمی که ما داریم به خاطر پارک شیف مصری هیچ نوابرقش به کنترول نیست روزانه 80 برق میتر در وش دادم که معمولی پرچمی بیاید 2300 دو برق از قطع میشه مشکل برق داریم در پارک شیف مصری توجه شما رو میخیم ساختن دربنش الحمدلله شما شروع کردیم با کارهای دربنش که یکی عجل است بعد شما در این کار رو میکمی عجلتر کار کنید اضافه کن اومدن گفته امنیتی که چندین دفعه پیش والی سر ما آمدیم و بر والی سر ما پیشنهاد کردیم چون والی سر همکاری خود کردم اما شما باید از طرف مرکز باید به خاطر امنیت گرفتن و پوسته اضافه کردن به پارک شیف مصری در این همکاری شما رو میخوام خوش آلا سمسی وزیر سبراقی او زمون گده نگرحه ستونجی دی زندی نوابری پر نگرحه که خودتا سمون گفتا شتون ارس و ستونجی لگه ستونجی پر ستونجی خوشن شکر در الحمدلله هری ستونجه تا دلار آن پیدا سویده به محترم والی سب راتون باندی دلتا زیادی ستونجه هن سویدی امور و مبید لرو زو بخاص پلا رخپلا رشتا که کارینو خباش جستا ستا معلومات دارکم تو دو زارو وام که مگا پننگرهار که کارینو کار از کارو چو پننگرهار که حس کلا
د کالین چا چپا راستام نه پیژندل. الحمدلله اوس په غونډه نړۍ کې د ننګرهار کالین اول ووتل. بخاطر حل مشکلات از یا ما از جناب شما خواهش میکنیم که یک پارک صنعتی کوچک و متوسط داره زمین کسبکارای ما و دکاندارایی که او از خارج مال میره اینجا تر میکنن و کلنگش برای یک پارک صنعتی ما اشد ضرورت داریم که ما میتانیم دو پارک تمام مشکل خود حل بسازیم و همچنان از داخل خار اشار ببخشید ازدهام هم کم. هستم که امروز در ننگرهار هستم. ننگرهار یک ولایت خیلی مهم است از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه زراعتی خیلی مهم است. با اینجا آمدم امروز که یک پروژه زیربنای کوتاه‌ترین پارک صنعتی شیخ مصری. اول اصولها در مورد تجارت دیگر ای سه اصول اول شریک میکنیم که خود به جریان باشه. اول که ما میخوایم بریم از یک کشور واردات کننده برای طرف یک کشور صادر کننده. در مورد صنعت ما میخوایم رشد بدیم به سکتور صنعت و در مورد وضعیت تجارت ما باید وضعیت تجارت خوبتر بسازیم. اصول اول است که ما میخوایم وضعیت تجارت خوبتر بسازیم. یک سال قبل ما یک هدف تعیین کردیم، گفتیم که ما میخوایم 1 میلیارد صادر شود از افغانستان و در این مورد خبر خوش میتونم شریک کنم که برای اولین بار 1 میلیارد دلار از جنس افغان صادر شد از افغانستان. که ما اولی هدف تعیین کردیم هیچ کس باور نکرد، گفت ممکن نیست، منطقه این هدف تانستیم برسیم چون دولت افغانستان یک چند برنامه تجارتی ایجاد کرد برای تاجران ملی ما. اول برنامه دهلیز هوایی که از افتتاح شد سال 2017 از طرف از این برنامه اراده زیادتر از 11000 تن صادر شد، از طرف 1100 پرواز کامل و اینال سالانه از این برنامه نو 100 تا 150 میلیون دلار صادر میشه. ما دالیز های زمینی رقم رای لاجورد هم ایجاد کردیم، کار کردیم که یک پورت دوم در چابهار هم ایجاد شد و خطوان از طرف خطوان اینال وصل هستیم که به ترکمنستان و ازبکستان. اینال شکایت اما در مورد ای بندر ترخم و مچلاک که اونجا دارم این واضح است، واضح این دلیل بود که ما راه های دیگر ترانزیتی ایجاد کردیم که 5 سال قبل اگر میبینیم مشکلات اساسی اینی بود که هر دفعه که پاکستان دیگر ترخم دیگر بند میکرد هیچ فرصت دیگر، هیچ راه دیگر نداشت. امروز خوشبختانه میتونید صادر کنید از دالی زوایی، میتونید از ازبکستان، از طرف ترکمنستان، اگر دیگر مشکلات داریم در پاکستان میتونید از طرف چابهار هم صادر کل از این دیگر نو ایجاد شد. مشکلات دارن منتها روز به روز اینالی که این برنامه های دیگر یا رای دیگر باز شد روز به روز این مشکلات حل میکنه تا دیگر پاکستان ببیند که 100% ناتنها از پاکستان صادر میشه. اگر بند کنه ترخم قیمت گندم 3 بار بالا نمیشه در افغانستان، اینال که چون واردات میکنیم از کازاخستان و ازبکستان. این هدف استراتژیک ما بود. دوم در مورد صنعت، سکتور صنعت خیلی یک سکتور خیلی مهم است و از این خاطر دیگر آمدم که کار ساختمان دیگر افتتاح کنم امروز در شرکت مصری. وزارت صنعت و تجارت یک پلان ایجاد کرد که ما میخوایم این زیربنا دیگر ایجاد کنیم در 11 پارک های صنعتی که فعلا است، 12 دیگر تحت کار است و 11 دیگر میخوایم بسازیم. در سال قبلی اینال بالاخره پس شروع کردیم کل کار ساختمان که استاد بود برای چند سال. 4 پروژه یا 5 پروژه زیربنا تکمیل کردیم در کابل، کندهار، میدان ورده و هرات.
و 4 پروژه دیگه هم شروع کردیم. خص پروان نگه ها رو قطع کرد. پارک های صنعتی هم انتقال شد از وزارت شهرسازی در 5 ولایت به وزارت صنعت و تجارت و 175 نمره توسعه شد. غیر از این هم کار میکنم که بانک جهانی یک پروژه به نام امید که ما دیگه یک 5 پارک صنعتی این کد پروژه ملی ما اینا در چی میکنیم بر مردم ننگرهار. اول در پارک صنعتی شیخ مصری که افتتاح شد سال 1384 از او وقت آنها در متاسفانه تنها 52 از 452 نمره توسعه شد. در حصار شهی هم تنها 100 از تقریبا 300 نمره توسعه شد. یعنی از او وقتا تا امروز کد از این کار زیربنا که ضرورت بود تانا دیگر پیش نمید. این مشکلات کمبود زیربنا، کمبود برق، مخصوصا کمبود برق، غصب زمین، کمبود امنیت و این مشکلات پارک صنعتی کالین هم ما در جریان هستیم و شروع کردیم که کد از این مشکلات حل کنیم. امروز افتتاح کردیم پروژه دیوال که پیش میبرم امسال. دوم ما یک پروژه افتتاح میکنیم بعد از چند ماه که سرک ها خیلی میکنیم در وازه ولیزی پارک صنعتی اونجا میکنیم. ما یک پروژه امنیت اونجا سیوم کار میکنیم که برشنه که مشکلات برق دیگه حل کنیم و رقم که گفتم دیگه کار میکنم که بانک جهانی در این پروژه امید کل از این فعالیت پیش میبریم. امسال عملی میسازیم نه تانا سر از این گفت میسازیم. اصول سیام اینی است که ما میخوام وضعیت تجارت خوبتر بسازیم. دولت افغانستان چند قانون مقررات دیگر منظور کرد سال 2017 و از این خاطر در 2018 از طرف بانک جهانی افغانستان انتخاب شد از بزرگترین اصلاحات کننده در دنیا. غیر از این هم اصلاحات عملی هم پیش بود. در سخت مرکزی یک چند اصلاحات آوردیم تطبیق کردیم. در مثال قیمت جوازها پایان بردیم از 30,000 افغانی تا 100 افغانی. یک وان استاپ شاپ ایجاد کردیم. دو هفته قبل یک سیستم بایومتریک جور افتتاح کردیم و یک سیستم وی آی پی هم افتتاح کردیم. این اصلاحات که اداره تطبیق شده در کابل همچنان هم تطبیق شده مزار هرات. این اصلاحات اداره در ولایت ننگرهار تطبیق هم بشن. این اطمینان بر کلی میتونم. اداره میریم طرف یک چند مشکلات که ما شنیدم امروز. امروز ما 4 پارک فابریکه دیدیم در این پارک صنعتی و از نزدیک دیدیم که چقدر خوب ظرفیت دارن که اگر یک زیربنا برش بدیم دیگه میتونن زیادتر تولید بکنن و وضعیت کار دیگه میتونن خوبتر بسازن. یک چند چالش مشخص شما گفتیم که جواز برای مواد خام دیگه مشکلات داشتیم. یک پروسه بیخی نم جور کردیم، یک طرز عمل جور کردیم. این مشکلات که مهمه دیگر که شریک کردیم رو از این پروسه کشیدیم. اینی هفته لازمی رئیس صنعت اونجا شیشت ما تقریبا 50 از این دیگر امضا کردیم. یعنی پروسه شفاف ماندیم و ایناله او رقم پیش میگیم. در مورد پارک های صنعتی ایناله وضعیت زیربنا دیدیم از نزدیک. که من خودم نمیفهم که چطور زیربنا، دیوال، سرک، این چیزها رو تاناده دیگر پیش نرفت. منطقه اطمینان برای کلی گیمیتون که این چیزها دیگر یک پلان جور کردیم و امروز یک پلان عملی دیدیم که این یک پلان عملی دیگر پیش میبریم. سر از این دوباره صحبت نمیکنیم، الان این میسازیم. امروز یک دیوال است، بعد از چند ماه سرک این چیزها دیگر تطبیق میشه و دیگر مشکلات هم اطمینان بر کلی میده. هدف از کل از این فعالیت اینی است که ما میخوایم وضعیت اقتصاد خوبتر بسازیم. دو سال قبل رشد اقتصاد در افغانستان 2.7% بود، یک سال قبل 2.9% بود و اگر ما صنعتکار تاجرها حمایت کنیم
من مطمئن هستم که این رشد اقتصادیتان افزایش میکنیم. مخصوصا امروز ما میخواهیم تبریکی بگویم از مردم ننگرهار. من مطمئن هستم که این اصلاحات که ما میاریم وضعیت امنیتان، وضعیت سودان بهتران میشه. تشکر است.